بنامه خداوند بخشاینده و مهربان با وجود ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت سراسری اما افغانستان ناامترین کشور جهان لقب گرفت از هم قرار است طالبان چند نفر را در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی شلاق بزند و دایش نیز مسئولیت حمله بر میدان هوای کابل را بر عهده گرفت سلام بر شما بینندگان و شنوندگان افغانستان هستین دوم جنوری 2023 دو میلادی و برابر با دوازده همه است توجه شما را جلب میکنه به چند خبر مهم از افغانستان اگر از درچه فیسبوک بینید هستین به اشتراک بمانید ارزیابی شاخص جهانی صلح روز دوشنبه دوازده همه جدی ردبندی تازهش را از 163 کشور جهان اعلام کرد که افغانستان ناامترین کشور جهان لقب گرفته است و کشورهای چون آیسلند، نیوزلند، ایرلند، دانمارک، استرالیا، پرتغال، اسلوونیا، جمهوری چک، سنگاپور و ژاپن و ترتیب ده کشور امن است. در کنار افغانستان کشورهای چون یمن و سوریه نیز جزء ناامن‌ترین ها هستند ولی بدتر این است برای مردم افغانستان که کشور ما در قهر جدول قرار گرفته است. این در حالی است که طالبان ادعا کند امنیت سراسری را در افغانستان تامین کرده و هیچ جای نگرانی و تشویش امنیتی وجود ندارد اما شاخص جهانی صلح که همساله رده کشورهای ابن جهان را اعلام میکند در فهرست امسالش افغانستان را در قهر جدول قرار داده است در سال گذشته تعداد زیادی از خبرنگاران بازداشت شدند شهروندان کشور اعتراضاتشان سرکوب شدند و هزاران نفر در گوشه و کنار کشور توسط گروه طالبان بازداشت شکنجه کوچ اجباری و حتی به شهادت رسیدند طالبان ما تمام ادعاهای رسانه ها و حتی شهروندان کشور را دروغ میخواند هرچند که در بسیاری موردها ویدیوهای از بدرفتاری و جنایت و شکنجه طالبان نیز در رسانه ها منتشر شده اما این گروه تمام این اتهامات و حتی نشر ویدیوها را هم قبول ندارد با گذشت روزها حاتم سلحشور یا سلحشور کمرک از یوتیوبران جوان و همکارانش هنوز هم در قید گروه طالبان است و آزاد نشده است. آقای سلحشور چند قبل همراه با ده تن دیگر به نو همکارش از شهرک دوازده امام در غرب کابل بازداشت شده بود. نو نفر از همکارانش به شمول چهار زن و پنج مرد بود و همچنان فردی که حولیشان را آقای سلحشور به کرایه گرفته بود نیست توسط طالبان زندانی شده بود اما صاحب خانه پس از گذشت دو سه روز دوباره رها شد ولی حاتم سلحشور و همکارانش هنوز هم در قید گروه طالبان است و چند روز می شود که به زندان پلیچرخی منتقل شده است در آن زمان منابع از دوران طالبان در گفتگو با سنترال افغانستان گفته بودند که قرار است همکاران زن که در یوتیوب با سلحشور کار میکردن پس از گذشت چند روز رها شوند ولی مردان به زندان پولچرخی منتقل خواهد شد و ممکن است محکمه شود اما پس از گذشت چند روز هیچ کدام از همکاران آقای سلحشور آزاد نشده و همهشان به زندان پول چرخی منتقل شده است و انوز مشخص نیست که بالاخره آنها را چی زمان رها خواهد کرد و محکمه شان چی فیصله خواهند کرد اما گروه طالبان در ماهای اخیر بسیار زیاد یوتیوبران را به اتهام های گوناگون بازداشت کرده است آقای سلح شور بیشتر برنامه های فرهنگی مثل دنبرد داشتند و همچنان هر از گاه برنامه های تمثیل و کمدی نیز اجرا میکردند که این مسئله از دید طالبان نامشروع است و خلاف شرع اسلام بنابراین به همین اتهام این افراد را بازداشت کرده است پس از گذشت یک شبانه روز گروه داعش مسئولیت حمله بر میدان هوای نظامی کابل را بر عهده گرفت. الجزیره از قول منابع خود گزارش کرده بود که در آن حمله حداقل 14 تن کشته و 18 نفر دیگر زخم برداشته است. اکنون گروه داعش میگوید که حمله بر میدان هوای نظامی کابل کار آنان بوده است. این گروه همچنان اضافه کرده است فرد مهاجم کسی است که در تاریخ 21 قوس بر محل اقامت چینی ها در شهر نو حمله کرده بودند و توانسته بود که از چنگ نیروهای طالبان زنده بیرون شود در آن زمان طالبان یعنی در 21 قوس ادعا کرده بودند که در حمله به هتل چینی ها سه مهاجم شرکت داشتند که همهشان توسط این گروه کشته شده است اما اما زمانی ویدیوهای هم منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشان میداد یک فرد خود از پنجره و بیرون میندازد آن هم به صورت بسیار حرفه‌ای و خیلی ها گمان می‌کردند که به احتمال فراوان یکی از مهاجمان همو بوده که توانسته فرار کند اکنون ما دایش رسما تایید می‌کند که یکی از مهاجمانشان از آن صحنه توانسته بودن زنده فرار کند و حمله را دیروز در میدان هوای نظام کابل انجام داده است تاکید می‌کنم که در میدان هوای کابل به ادعای رسانه الجزیره 14 تن کشته شدند و 18 نفر زخمی شدند گروه طالبان ما جزئیات در مورد آن حمله را نکرد و گفت که این حمله تلفات در پی داشت ولی آمار ارقام آن را رسانه ای نکرد حتی به رسانه های داخل افغانستان نیز اجازه داده نشد که به محل برود و در این مورد گزارش تهیه کند بیشتر رسانه ها اکنون به قول الجزیره این خبر را تایید میکنند الجزیره یکی از رسانه های قدرتمندی هست که با طالبان از گذشته رابط دارد و منابع قوی و قدرتمندی نیز در گروه طالبان دارد این رسانه این آمار ارقام را نیز از قول منابع در درون طالبان نشر کرده است منابع از ولایت دایکندی میگوید که گروه طالبان قرار است هفت تن را در مرکز این ولایت شلاق بزند به ادای منابع این افراد چهار مرد و سه زن می باشند که به تازگی از سوی گروه طالبان بازداشت شدند. گروه طالبان در این مورد چیزی نمی گوید. هنوز مشخص نیست این افراد به چه اتهام بازداشت شده است و چه زمان طالبان آنان را شلاق خواهند زد. هرچند که گروه طالبان تصمیم گرفته بودند این افراد را امروز شلاق بزند ولی به دلایل آن را به تعویق انداخته است. مارکس پودزیل سرپرست دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما با سراج حقانی رهبر شبکه حقانی و از اعضای برجسته طالبان که اکنون به عنوان وزیر داخلی این گروه کار میکند نیز دیدار و گفتگو کرده و در مورد ممنوعیت کار زنان و تحصیل آنان از سوی طالبان صحبت و گفتگو کرده است آقای پودزیل از گروه طالبان خواسته است که ممنوعیت تحصیل و کار برای زنان را از بین ببرد و لغو نماید یونما در تویت گفته است که آقای پودزل درخواست جامعه جهانی برای لغو ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان را رسما با آقای حقانی در میان گذاشته است یونما همچنان به قول از آقای پودزل گفته است که سرپرست نمایندگی یونما به حقانی گفته است که ممنوعیت کار زنان روند امداد رسانی را دچار مشکل می کند و سوی هم بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان شدیدتر و در نتیجه افغانستان را به انزوا می سرجدینی سراج حقانی نیز در این دیدار گفته است که طالبان متحد است که آنچه را انجام بدهد که به رفاه و خیر مردم افغانستان بیانجامد سینین گزارش کرده است جوانی که در جشن سال نو در نیویورک حداقل سه پلیس آمریکایی را زخمی کرد از آرزوهایش برای پیوستن به طالبان نوشته و از هواداران این گروه می باشد سینین دیروز گزارش کرد که این جوان 19 ساله تریور بیکفورد نام داشته و در کتابچه خاطراتش نوشته است که او آرزو داشته به افغانستان برود و با گروه طالبان پیوسته و ادعای خودش به شهادت برسد این مهاجم 19 ساله در جریان جشن سال نو 2023 در نیویورک با یک چاقو به سه پلیس حمله کرد و آنان را زخمی کرد. اکنون ما پلیس آمریکا کرد که مسئله را تحت بررسی دقیقتر قرار خواهند داد. ببینید که واقعا یک حمله تروریستی بوده و یا این فرد با گروه های تروریستی هم دست داشته یا نه. شورای امنیت ملی پاکستان گفته است که هیچ کشور اجازه ندارد پناهگاه و تسهیلاتی را برای تروریست فراهم کند. این شورا گفته است که پاکستان حق دفاع از مردم خود را برای خود محفوظ می دارد. پیشتر وزیر داخل پاکستان گفته بود که حمله به پایگاه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را کشورش بررسی می کند و او همچنان گفته بود که دولت طالبان نباید به تروریستان بین‌المللی از جمله تحریک طالبان پاکستانی پایگاه امن فراهم کند و اگر این کار را کند پاکستان حق دارد که به خاک افغانستان حمله کرده و دشمنانش را از بین ببرد اکنون ما شورای امنیت ملی پاکستان نیز این مسئله را گفته باید بررسی شود جلسه هم به رهبری شهباز شریف برگزار شده بود و نخست وزیر پاکستان تاکید کرده است که حکومت های فدرال و ایالتی بر اساس برنامه اقدام ملی و مطابق با سیاست امنیتی ملی با تروریسم مقابله خواهند کرد این نشست شورای امنیت پاکستان بعد از افزایش حملات تحریک طالبان پاکستانی برگزار شده است پس از این سخنان وزیر داخل پاکستان البته وزارت دفاع طالبان هم یک اعلامیه صادر کرد و گفت که افغانستان به صاحب نیست و ما از خود دفاع میکنیم اما منتقدان میگید گروه طالبان به جای دفاع تروریستان بین المللی را اجازه فعالیت در افغانستان ندهد چون این میتواند هم یک خطر بالقوه برای افغانستان حساب شود و هم برای منطقه و جهان در حالی که تنها امید مردم افغانستان برای بیان درد و رنجشان رسانه های مستقل آزاد و بیطرف است گروه طالبان ما میگهد که به تازگی یک لایحه و قانون را آنها تصویب میکنه که بر اساس آن تصمیم میگیره که با رسانه هایی که از گروه طالبان حمایت نمیکنه چگونه برخورد شود عبدالحق حماد رئیس نظارت بر نشرات رسانه ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان گفته است که حکم دادگاه در مورد رسانه هایی که از بیرون فعالیت دارن و برای تقریب نظام طالبان کار میکنند به ابلاغ خواهد شد منظورشان تخریب نظام یعنی رسانه هایی که نظر طالبان را تایید نمی کند و مستقل و بیطرف هستند و ادعای مردم را منتشر می و سندهایی هایی که نشان می دهد گروه طالبان جنایت می را نشر و پخش می کند که ما در این گفتگو رسانه ها را که از بیرون فعالیت می متهم کرده که علیه نظامشان صحبت می زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که کشورش نگران است که دوباره آمریکا نفوس و جایگاهش را در افغانستان مستحکم کند او گفته است که طالبان اگر میخواهد به رسمیت شناخته شود باید حکومت همشمول فراقومی تشکیل بدهد و حقوق بشر را دیگر نقض نکند تا حداقل جامعه جهانی آنان را به رسمیت بشناسد خانواده الهه دلاورزه میگه که یونما و نهادهای حامی حقوق بشر باید تلاش کنند تا این بانو از چنگال گروه طالبان به شبکه حقانی آزاد شود خانواده دلاورزه گفته است که خانم الهه دلاورزه حدود سه روز قبل در اسلام آباد پاکستان توسط شبکه حقانی ربوده و سپس به کابل منتقل شده است و تا به حال خبری از سرنوشت او نیست و نهادهای حقوق بشری به ویژه سازمان ملل متحد کار هم برای رهایی و انجام نداده است افراد ناشناس در ولایت غزنی یک جوان را پس از اختطاف با ضرب چاقو به قتل رسانده و موترش را با خود بردند این جوان امید الله نام داشته و پنج روز پیش از سوی افراد ناشناس را بوده شده بود و روز یک شنبه یازده جدی جسدش که چندین چاقو خورده بود در حوزه ششم شهر غزنی پیدا شده است و خبر اخیرین که افراد ناشناس در ولایت اورزگان نیز یک دکتر به اسم محمد انور را شام امروز در شهر در شهر تیرنکود مرکز این ولایت به قتل رساند است آن هم در فاصله بسیار نزدیک به قماندان امنی ولایت اورزگان از توجه و همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود